شادی خانم. بالاخره رسیدیم به بخش مهمون. مهمون این هفته هم دیگه موهای سر من که ریخت، موهای سر تو هم که میدونم خیلی وقت ریخت، رفتی دوباره کاشتی، ولی بالاخره ما تونستیم یکی از کار درست استنداپ کمدین های ایرانی که خانومم هست رو دعوت کنیم. شاپرک خورسندی. به خود من رقص بلد نیستم. خوبی؟ قربونت برم، خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. چه خری؟ موامو اینقدر خوشگل کردن. دیدین از پشت؟ میخوای از پشت بشین؟ از پشت بشین نشن. آره حیفه. این چیه؟ این خوشگل نگاه. البته پشت و روش قشنگه ها. گل پشت و رو نداره. خیلی من مسی مسی چقدر شما مهربونین. چقدر این لیواناتون خوشگله. اینا رو هم ببر. اینا رو بردم. اینو بذار اینو بذار. حالا میخوای باش. یواشکی. قربونت برم. چون دوران سخت. معلوم نیست. جمع کن اینا. هیچی دیگه ندارین، برای همین هیچ نمیزنیم. این سر بردارو میگه این گردن بندت گیر کرده. گردن بند من اصلا ور میدارم، بردارم اصلا. آره بردارم، چه کار پسندیده و مناسبی. بیام اینو میگه. اینم تو بردار شادی جان جای لیوان. دست شما دارم. پیشکش. ایام کرونا خوش میگذره الان چیکار؟ خوش؟ اولا بگم انقدر هیجان زدم که اومدم اینجا. خب اول اینکه به خاطر اینکه از خونم اومدم بیرون بعد از یک سال. آره من بچه‌ام کوشن چسبیدم به بچه‌ام. بعد اینکه این برنامه فارسی چقدر خوبه نه؟ آخه چقدر فارسی خوبه میشه. فوق العاده است واقعا. واقعا عالی. خیلی ممنون. خودم آماده کردم برای ترجمه. ترجمه نمیخواد. نه فارسیت خیلی خوبه. فارسیت خیلی خوب. کی از ایران خارج شدی؟ من 1000 خب ریاضیات فارسی فارسی ریاضیات تو فارسی خوب نیست. 1919 چی میشه 1976. آها 1976 یعنی سال 1355 از کشور اومدی بیرون. 1346 از کشور اومدم بیرون. بله بله. چند سالت بود اون موقع؟ اون موقع حدود 3 سال و نیمم بود. بابا فارسی خیلی خوبه. آره با اینکه 30 سالمه اون موقع 3 سال و نیمم بود. نمیدونم چه جوری شد. اصلا ریاضیت. آخه ما که اومدیم، ما که پناهندگی اومدیم، مادر پدرمون بامون صرفاً فارسی حرف می‌زدن. صرفاً خیلی خوش آمد. داستانی نبود اینجا، فقط مخواست اون کلمه صرفاً اصلا کلا چیزی بود، فقط صرفاً رو مخواستی یه جوری استفاده کنی. خب خوبه، خیلی خوبم استفاده کردی. بعد ببینیم من با بچه های خودم فارسیشون یه کم و بیش میفهمم. چند تا بچه داریم؟ دوتا. دوتا؟ تا اونجایی که میدونی. بعد مثلا دوتاشون دخترن؟ نه یه پسر دارم یه دختر. خب بعد بچه که بودن خیلی کوچولو بودن همه میگفتن فارسی باشین یاد بده، بعد آدم باید یادآوری کنه به خودش فارسی یاد بده. بعد پسرم میگفت مامی مامی هلیکوپتر، منم میگفتم نه 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 هلیکوپتر. American people still don't know the difference between Iran and Iraq and I always have to explain to them we're the ones with weapons of mass destruction. پسرم ذاتن انگلیسیه، هر دوشون دورگن. خب. ولی دخترم کاملا ایرونیه. نمیدونیم ایرونیه، خاورمیانه. خلاصه چجوری میتونید تشخیص بدید کدوم مثلا از انگلیسی کدوم؟ از تنزشون. مثلا شوخی پسرم خیلی انگلیسیه، مثلا میدونه که مثلا میگم بهش دعواش میکنم اگه یه چیزی با نمک به ذهنش بیاد میگه، بدونه میدونه که شاید دعواشه ولی خیلی انگلیسیه که اونی که خنده رو بگیره مهمتر از اینی که خجالت بکشه. خجالت بکشه. ما داشته مثلا 7-8 سالش بود داشت میرفتیم سکاتلند. خب بعد من میدونه آدم بعضی وقت میاد به بچهش درس بده، گفتم عزیزم میدونی که تو سکاتلند به زودی زدن بچه ها رو دارن غیرقانونی میکنن. و پسرم گفت اه میخوای دو تا تو سری الان بزنیم تا برسیم تا نرسیم به بعد. ولی دخترم بهش بگم پاشو برو دندونتو بشور،
میگه دندونم رو بشورم. تو کی هستی به من میگی؟ عاشقتم، ولم کن، برو. نه نه اینجوری میفهمه. فقط این دختر من اومد تو زندگیم، مطمئنم نیستیم از کجا اومد. اومد با دو تا چمدون پر از سبزی و پسته و اینا اومد خونه ما. خلاصه فکر میکنیم ایرانیه. خیلی خوبه. تو چجوری این فرهنگ ایرانی رو با بچه‌ها کار میکنی، تمرین میکنی باهاشون، چجوری آشناشون میکنی اصلا؟ بعضی وقتا بعضی به من گفتن که حیف نیست شاپرک، حیف نیست بچه‌ات تو جامعه ایرانی نمیبرشون، آشنا نیستن. حیفه، واقعا حیفه. دختر من الان 7 سالشه، هیچ کس تا حالا بهش نگفته چاخ شدی. نگفتن بهش چاخ شدی، نگفتن چقدر خوشگلی، حیف سبز است. نگفتن به دخترم. آره دیگه، خلاصه خودت چی؟ آره خودت بگو. از خودم بگم. ببین تو مثلا میگی که الان بچه‌ها رو می‌خوای با فرهنگ ایرانی آشنا کنی، خودت که اومدی می‌خواستی مثل انگلیسی‌ها بشی. تو کتابت هم به عنوان اسمش هست چطوری میشه انگلیسی باشی یا ادا انگلیسی رو در بیاری. آره از تیتر کتابم خوشم نمیاد. خود کتاب خوبه، Beginner's Guide to Acting English. تیترشو من انتخاب نکردم. یعنی چی Acting English؟ چیکار کردی؟ من یادم یه بچه بودیم میگفتیم خونه های انگلیسی ها بوی شیر میداد، غذاهاشون فرق داشتن با ما. ما همه بوی قرمه سبزی میداد خونه ها. بعد تو اون موقعی که ما اومدیم انگلیس انتظار داشتیم که برگردیم ایران، بنابراین همیشه به ما میگفتن برگردیم ایران، یه پامون همیشه تو ایران بود. هیچ وقت کاملا نمیتونستیم جزء جامعه ایرانی انگلیسی باشیم. بعد دخترم یه شب به من گفت مامان بچه بودی، بچگی تو چجوری بود؟ خوب. مامان تو به داستان میخون. گفتم آره بچگم بگم چجوری بود؟ خوابیدی؟ آره گرمته؟ بیا این اصاب بزید رو بگی قشنگ. بامبالیو شوفرک پاشو پدرم میگو پاشو بیدارشو بیا مهمونه رو بخندون، بیا ادای مارگرت تچر رو در بیا، ادای مارگرت تچر رو در بیا. من 7 سالگی منو میبردن جلوی مهمونه ادای مارگرت تچر رو در بیارم، میخندیدن مهمونا. بعد پدرم میگفت چه خوبه بچه داشتن، نه چه حسنی هستایدن. بنابراین میدونستم که اگه ادای کسی رو در بیارم مهمونا رو بخندونم پدرم کیف میکرد، و فکرم برای همین کمدین شدم دیگه. خب خیلی خوبه. یه سر بریم به اتاق فرمان، من بقیه سوالات رو آماده بکنم ببینم این وضعیت تو خونه چجوری بوده با پدر. چنان در خدمت شاپرک پرسندی عزیز. مرسی که میگین شاپرک. دوست داری شاپرک؟ کیف میکنم. خب چون تو توی مارکت انگلیسی به شاپی معروفی یا شاپی؟ شاپی آره. شاپیه. حتی شاپی هم نیستم، شاپی. مگه خودت نذاشتی این اسمو؟ ببینید من انقدر مدرسه که بودم اذیتم میکردم بابت اسمم. شاپرک، شیت تک، شاک تک. شارک تک. بعد از زیر دریای کشتی مثلا 500 ساله رو آوردن بالا. بر اون موقع تو مدرسه بهم میگفتن شیپرک. شاپرانکس یا خواننده بود شاپرانکس. انقدر اذیتم کردن تو مدرسه بابت اسمم، خندیدن بهم که حدود 16 سالم شد دیگه گفتم ام شاپی. شاپی واسه انگلیسی آسان‌تر بود. 100%. و کمتر مسخره میکردن. بعد شد اسم حرفه‌ایم. ولی شاپرک چه اسم قشنگی، ببخشید خودم میگم. نه خیلی قشنگ. حتی وقتی که ایرونیا اشتباهی بهم میگن فرانک. خیلی قشنگ. هم شاپرک هم فرانک من جواب میدم. ولی دیگه چی رو جواب میدی؟ فقط همینا رو اشتباه میکنن که بازم چی؟ آی. اونم جواب. پس سر جاش. آره خلاص. مغازه ها؟ بله. بعد وقتی ایرونی هم خب منو آشنا شدن با شپی، بعد فکر میکنن میخوام شپی صدا شم، ولی نه شاپرک دوست داری. خب تو توی خانواده هنرمند، اونم طنز پرداز بزرگ شدی. کار کردن با پدری که خودش
کارش طنزه، هنرمنده سخت نبود؟ چون معمولا پدر مادرها میخوان همه بچه‌هاشون دکتر مهندس بشن. میخوام ببینم خونه شما چجوری بود. همین خونه ما، پدر من هادی یادم فقط عاشق پدرم بودم بچه بودم. بعد شبا پدرم مینوشت مثلا تا صبح. بعد من میامدم نصف شب فکر میکنم بهترین چیز دنیا این بود که مثلا آدم نویسنده باشه مثل پدرم. بعد مهمونی هم پدرم خیلی شوخ بود، خیلی با نمک بود، با همه ادای همه رو در می آورد، خیلی شومن بود. بعد یاد گرفتم، تصادفی نیستش که بچه های دکتر خیلی وقتا دکتر میشن. بعد یه مدت بود من تو بچگی میخواستم دکتر بشم، پدرم خیلی ناراحت شد، گفت دکتر چیه؟ چی دکتر میشه تو این دور زمان؟ آبروی ما رو بردی، مادرت خواننده است، من شاعرم، برو کمدی یا کمدی یا برو از در ما بیرون. آره خلاصه خوشم اومد، معلومه. بعد میدونی چه، پدر و مادر من خیلی هوای منو داشتن تو این کار، خیلی هیچ انگلیسا براشون خیلی عجیبه، همیشه ازم میپرسن نه که از کشور خاورمیانه میان، احساس میکنن همه مادر پدرمون اینجوری ان و سفت و سخت و سفت و سخت و آره. ولی مادر پدر من خیلی آزاد بودن باهام، و ولی سختیه اینه که پدر موفق آدم داشته باشه اینه که اون موقع مثلا تو 20 سالگیم سخته آدم کار کمدی بکنه، خیلی سخته، دوره مثلا زمانی که تو وارد کمدی شدی واقعا سخت بود، اون موقع ها واقعا سخت بود. وقتی اون موقعی که من کمدی میکردم مادر اصلا به مادر پدرم نمیگفتم چقدر سخته، چون من میرفتم دور کشور و اون موقع ها کسی پول نداشت. خب بعد خیلی وقتا شب خونه کمدین ها شب خونه همدیگه میموندن که حتی کمدین های انگلیسی پدر ایرانی بفهمه قبل از اینکه به شهرت برسن شروع کنه. آره بله آره. بعد یادم میاد یه بار توی هتل بد اند بریکفاست که بودم، انقدر ارزون بود این هتل که چیزی که به من اتاقی که من داشتم پنجره نداشت، ولی یه نفر یه پنجره کشیده بود روی دیوارش. خب بعد صاحب هتل ایرونی از آب در اومد، اسم من رو نگاه کرد، گفت شما شاپرک خورسندی دختر هادی خورسندی هستیم؟ گفتم بله. گفتم اتاقتو بلافاصله عوض میکنن، اتاق به من دادن با پنجره و تخت. تخت هم نداشت. You are gonna absolutely love her. She's making a name for herself and here's why. Please welcome Miss Shappy Khorsandi! I'm Shappy and I am a female Iranian stand-up comedian. The other comics backstage, they call me the box ticker. اون موقع ها زن خیلی کم بود توی stand-up comedy. بعد یه شب خیلی دور بودم از خونه، موقع پول تاکسی کسی نداشت، یکی از کمدین ها گفتش که من مثلا 23 4 سالم بود، گفت من خونم همینجاست، میتونی بیا رو مبل من بخوابی. گفتم عادی بود این کار، مرسی خیلی ممنون. رفتم خونهش، یه کار وحشتناک کرد که مردا خیلی وقتا میکرده اون موقع ها، گیتارشو برداشت. وا چه کار زشت، واسه من گیتار زدن. اگه یه روز نه. بعد من گفتم ببین من اصلا اهل این نیستم و میخوام مرسی خیلی ممنون و فقط میخوام بخوابم. بعد این ایرانی بود یا نه انگلیسی بود؟ انگلیسی بود. اوکی پس من میام یه پارتی، برگشتم با هم دیگه حال میکنیم. بعد اینجوری کرد من انقدر ساده بودم که نمیدونستم این کوکائینه. آخه تیک داره. بعد رفت پارتی، من تو فلتش موندم، تو آپارتمانش موندم، گفتم یه دو دقیقه بهش سب کنم بره. اومدم برم، قفل کرده بود در که تو هم نتونی بری. منم نتونم برم. اصرار داشته که حتما خوش بگذره. همون یا شاید میخواست بهم گیتار یاد بده. آره شاید.
اون موقع تلفن هم نبود. خب گیتار یاد گرفتن سخت‌تر بود. پنجره رو وا کردم طبقه دوم. نمیتونستم برم پایین. یه رستوران ترکی بود روبروم. داد زدم پاتلاجان، پاتلاجان. یعنی بادمجان. تنها کلمه ترکی که من میشناسم. پاتلاجان. بعد اونا جواب دادن. جواب دادن. اومدن نرده بود منو آوردن. اومدم بیرون صاحب رستوران پول تاکسی رو داد که من برم خونه. ببین یه بادمجون چه کارها که نمی‌کنه. واقعا. هی بگو بادم جون. امروز این اتفاق بیافتادم پلیس خبر میکنه. اون موقع نه. اون موقع میگفتم او ول. زندگی دیگه. هشتگ می تو پی تو شی تو اینا وجود نداشت. خب خیلی خوبه. خیلی خوبه تجربه. تو انقدر خاطراتی که تعریف میکنی باحال و خودت هم خیلی شیرین تعریف میکنی آدم سیر نمیشه. فقط مشکل ما اینجاست که تایم برنامه ما به کل نه. خیلی خوبه. نه دارم میگم رسیدیم به اون قسمتی که متاسفانه نه اینکه گیتار بد یاد بدیم ولی بچه ها با گیتار یه کارهایی انجام میدن شما باید یه کارهای دیگه انجام بدید. همراه ما باشید. حالا بذارید من بقیه‌شو برام توضیح بدم. خب رسیدیم به بخش مسابقه ولی قبل از اینکه مسابقه رو شروع بکنیم یه عکسی رو پدر فرستاده برای سورپرایز داریم. آره این چیه؟ چی فرستاده؟ خب. نه 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 عکس خاصی نیست. عکس از دوران کودکی تو که داشتی ادای بابا رو در می آوردی. عکسو ببینیم با هم. این عکس. آخه آره همون چیه داستان این عکس؟ من بچه بودم همیشه ادای همه رو در می آوردم. اونم ادای پدرم بود که فقط نوشت. کتشم پوشیدی؟ کتشم پوشیدی؟ کتشم آره نبست خیلی آره. خب خیلی خوبه. اینجوری که اهل نوشتن بودی و می نوشتی خب پس بعد این بخش مسابقه رو یا بازی برنامه رو خیلی خوب انجام بدی. خیلی ساده است. بذار وسط توضیح بدم. دو تا آهنگ انتخاب می‌کنیم. یا آهنگو من انتخاب می‌کنم، آهنگ انگلیسی. بعد متن آهنگ رو که انگلیسیه رو می‌زنم توی گوگل ترنسلیت بدون که تغییرش بدم همون اونو می‌خونم به فارسی. تو هم یا آهنگ ایرانی انتخاب کن. می‌زنیش گوگل ترنسلیت انگلیسیش می‌کنه، تو همون اونو به انگلیسی بخون. بله. خب تو این فاصله که من دارم آهنگ خودم رو می‌خونم تو می‌تونی آهنگ تو انتخاب کنی. بچه‌ها من هتل کالیفرنیا رو میرم با عزتون. خب بریم. باد خنک در موهای من، بوی گرم کلتاس از هوا بلند میشد. جلوتر از راه دور من نوری درخشان دیدم، سرم سنگین شد و بینای تاریک. باید شب میساده آنجا او در آستانه دم زنگ مأموریت را شنیدم. چی نوشتید؟ و داشتم به خودم فکر میکردم این میتواند بهشت باشد یا جهنم. سپس اون یک شمع روشن کرد و او راه را به من نشاندم. در راه رو صداهایی شنیده میشد. فکر کردم از گفتن آنها به هتل کالیفرنیا خوش اومدی. چه مکان دوست داشتنی، چه مکان دوست داشتنی. آه دست بزنی برای بد نبود. بد نبود. خدایی بد نبود. خوب خوندم. قشنگ بود. یه مقدار شعرش معنی نمیشد. اون شعر رو اصلا آدم بتونه پشت سر هم. تفسیر شعر بود. تفسیر گوگل ترنسلیت بود. حالا معلوم میشه. تو آهنگ تو انتخاب کن. چی بود؟ اوکی. من وقتی که خیلی جوان بودم عاشق اندیو کوروس بودم. من
ما همه ایرونی هستیم اونا هر کجا که باشیم ما همه ایرونی هستیم واسه رفتن به خونه به انتظار نشستیم به فارسیش چه خوب بلده فارسیشو بخونم اگه تهرونی هستیم بچه حاضرین جایی که بعد بخونه رو میدونی خودت این کاره بکنی من برات نگر میدارم یا برات بار این ترجمه شدهش به انگلیسی اولا ببخشید شما ها انقدر خوب هستین ولی من انقدر خنگم با موزیک بعد مثلا بزنین منو که بگه که شروع شروع کنید اینجور بای 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 میکنه نزن منو شادی Wherever you are, we are all Iranians. Wherever you are, we are all Iranians. We are waiting to go home. We are all Iranians. We are all Iranians. We are all Iranians. We are waiting to go home. We are all Iranians. We are waiting to go home. Hello, Pakistan. اندی کوروس هم به گرد پاد نمیره توش خیلی خوب میخونی که اصلا با این رفیقامون باید یه بند شروع کنیم دیگه آره دیگه الان دیگه برای با وضعیت کرونا فقط همین موزیک جواب میده خیلی عالی بود دمت گرم شاپره جان ببین گلوم درد گرفت نمیدونم این آهنگش یا کرونا است انشالله که آهنگ است انشالله که آهنگ خدا حافظ دمت گرم خیلی ممنون من با خیلی لطف کردی مرسی بخش موزیک این هفته بچه‌ها یکی از کارهایی رو که بابک امینی عزیز لطف کرده و برای ما فرستاده رو اجرا قرار بکنن که بسیار عالی مشتاقانه منتظریم روزای تنهایی با این آشفت حالی ها بزن باران به بار آرام هوای تازه میخواهم چه فصل ناگزیری که به تقویم دلم حک شد من از اسطوره هایی که حماس ساز میخواهم صدایم کن صدای تو یه حس جاودان دارد مگیر از من که فریادی بلند و باز سرگشته چون باد از این احساس دامنگی چه بی اندازه میخواهم من از باران من از شبنم بسازم راه فردا را پر از احساسم و امید طلوعی تازه میخواهم
فریادی بلند آواز میخواهم، بگردانم بمیرانم که من سرگشت چون باد، از این احساس دامنگی که بی اندازه میخواهم. در این روزای تنهایی با این آشفت حالی ها، بزن باران به بار آرام هوای تازه.